با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان گرامی ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و لحظات خوبی رو سپری کرده باشید. با جلسه دوم حل مثالهای آخر فصل بخش 3 از بخش 3 F مساوی که عنوانش هست F مساوی MA در راستای عمود بر خط جریان با سوال 3-14 از کتاب مانسون جلد 6 در خدمتتون هستم. سوال از ما خواسته که مقدار فشار رو در دو نقطه مشخص بکنیم. حالا صورت اصلی سوال به نحو دیگه ای هست. گفته که یک جریان آبی به این شکل در یک مقطع دایره شکل داره حرکت میکنه و پروفایل سرعت به این صورت هست و ثابته. گفته که اگر فشار اولیه اینجا 40 کیلوپاسکال باشه، شما فشار رو در نقطه 2 و 3 به دست بیارید. ما میتونیم این سوال رو از معادله برنولی در راستای عمود بر خط جریان به دست بیاریم که هست منهای گاما کوسینوس تتا که این هست دی زد به دی ان منهای روند پی به روند ان هست رو وی به توان 2 تقسیم بر آر. آری که ما اینجا داریم مجموع اینه، 6ی که اینجا داریم منهای نرمالی که حالا شعاع باشه، هر شعاعی که میخواد باشه. خب چون ما داریم در راستای عمودی تو خود مسیر داریم حرکت میکنیم، پس تتای ما 0ه، پس این کلن میشه 1. یه طرف این وسط این بکنیم، یه جا به جایی بکنیم، معادله ما به این صورت در میاد. روند پی به روند ان هست منهای گاما منهای رو وی به توان 2 تقسیم بر آر که حالا ازش انتگرال بگیریم. انتگرال از برای پی از پی یک تا پی، برای اینم از ان مساوی 0 تا ان، و این رو هم درش جایگذاری بکنیم میشه پی منهای پی یک هست منهای گاما ان منهای رو وی به توان 2 انتگرال از ان مساوی 0 تا ان دی ان به روی 6 منهای ان، که حالا این رو بازترش بکنیم میشه پی یک منهای گاما ان منهای رو وی به توان 2 ال ان 6 تقسیم بر 6 منهای ان. درست؟ برای نقطه 1 ما ان رو اگر 1 بذاریم و حالا اینم اینجا هم 1 بذاریم، برای نقطه 2 هم ما 2 بذاریم. خدمت شما عرض کنم که بله درست، اینجا هم 2 بذاریم. این یکی که ما اینجا میذاریم این فاصله است تا بچه ها، 2ی هم که میذاریم مجموع این فاصله است. خب پیه که ما که 40 کیلو پاسکاله، این گاما هم که گامای آب هست 9.8 هم در 10 به توان 3 نیوتن بر متر مکعب، گاما بخش چگالی هم هست 999 کیلوگرم بر متر مکعب. خب ویمون هم که حالا 10 متر بر ثانیه است. جایگذاری بکنیم برای حالت برای نقطه 1 پی 1 به دست میاد، بخش برای نقطه 2 پی 2 به دست میاد 12 کیلو پاسکال، و برای نقطه 3 به دست میاد منفی 20 و از 1 کیلو پاسکال. این هم هست. پس برای نقطه 2 فشار شد 12 کیلو پاسکال و برای نقطه 3 شد منفی 20 ممیز 1 دهم کیلو پاسکال.
خب این مثال رو هم براتون حل کردم، امیدوارم که مطالب این بخش رو به خوبی یاد گرفته باشید و خوشحالم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. مثل همیشه باز هم میتونید همون جوری که گفتم سوالاتتون رو چه در بخش کامنت و حالا چه به حالت ایمیل برای من بفرستید، من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو باشم. خیلی مراقب خودتون باشین و از همه مهمتر چنل رو سابسکرایب داشته باشید که جلسات حل تمرین بعدی رو هم نوتیفیکیشن‌هاش واسهتون بیاد. شاد و سلامت باشید تا درود دیگر. بدرود.